همه شمارنده ها رو بنویسیم بعد بفهمیم شمارنده های اولش چیان. میخوایم فقط شمارنده اول رو پیدا بکنیم. خب با تجزیه کردن میتونیم. اصطلاحا به این روش تجزیه میگیم نمودار درختی. 60 رو بنویسیم 6 10 تا. آقا بنویسیم 3 20 تا اشکال نداره. یه جدول ضرب از 60 مینویسیم، هی درختی درختی میایم پایین. 6 میشه 2 3 تا، 10 هم میشه 2 5 تا. دیگه از این پایین تر شاخهای درخت ما نمیاد، به جهت اینکه خود اینا عددای اول هستن. پس 60 تجزیه شد به عوامل اولش، 2 3 و 5. یعنی 60 تا عامل اول بیشتر نداره، 2 3 و 5. که اگر ما بیایم 2 تا 2 رو با 1 3 با 1 5 در هم ضرب کنیم 60 ساخته میشه. اینجا میخوایم بگیم آقا 4 15 تا هم بنویسی اشکال نداره، یعنی این نیست که الا بلا از 6 10 تا شروع بکنید، هیچ فرقی نمیکنه. ببینید جواب همون به دست میاد، 2 تا 2 1 3 1 5 عین همون. این دفعه با 2 3 تا شروع کردیم، نگاه کن شاخهای درختمون اینجوری رفت جلو، ولی باز شمارنده های اولمون همون جوریه، شکلش فرق کرده ولی اصل کار همونه. این دفعه با 3 20 تا رفتیم جلو، اونجا 2 3 تا بود اینجا 3 20 تا، بازم همون جوریه. نتیجه نهایی یکیه، فقط فرم درختمون فرق کرد. میخوایم هر عدد رو به شمارنده اولش تجزیه کنیم، بعد به صورت حاصل ضرب شمارنده ها بنویسیم. 21 میشه 3 7 تا. 3 و 7 دیگه اولن، دیگه خودشون تبدیل نمیشن. پس گفته به صورت حاصل ضرب شمارنده ها هم بنویسید، نوشتیم. حالا 42. من برای اینکه قاطی نشه 42 رو میارم اینجا مینویسمش. 6 7 تا. 7 خودش اوله. 6 میشه 2 3 تا. پس 42 رو هم میتونیم بنویسیم 2 ضرب در 3 ضرب در 7. چون از ما سوال خواسته که به صورت حاصل ضرب شمارنده ها اون عدد رو نشون بدیم. 42 از چی ساخته شده بوده؟ 2 3 و 7. حالا این حاصل ضربش رو بنویسید که آقا اینا ضرب بشن میشه 42. بعد از این که ما شمارنده ها رو با هم دیگه کار کردیم و اعداد اول و مرکب رو همه رو با هم دیگه کار کردیم، میرسیم به موضوعی که باز دوباره پارسال خونده بودیم. پارسال هم بعد از اینکه اعداد طبیعی رو خوب یاد گرفتیم و شمارنده ها و اول و مرکب بودن رو یاد گرفتیم، رفتیم سراغ بمیمیم یا بزرگترین مقسوم علیه مشترک یا بزرگترین شمارنده مشترک. روش اول به دست آوردن بمیمیم چی بود؟ روش اولش این بود که اول بیایم مثلا میخوایم عدد 24 رو و عدد 28 شمارنده هاش رو بمیمیمش رو حساب بکنیم. میومدیم اول شمارنده های 24 رو مینوشتیم. میگفتیم 1 24 تا، 2 12 تا، 3 8 تا، 4 6 تا. 28 هم مینوشتیم 1 28 تا، 2 تا 14 تا، 4 تا 7 تا. بعد میومدیم چیکار میکردیم؟ شمارنده های مشترکشون 1 2 4 تو جفتشون مشترک. حالا بزرگترین شمارنده مشترک یا همون بمیمیمشون بزرگترین مقسوم علیه مشترک چقدر میشه؟ 4. با این روش میتونستیم بمیمیم دو عدد به دست بیاریم. دیگه حالا خوب مطمئن شدین که چرا به این درس میگیم یادآوری. بمیمیم دو عدد رو میخوایم از روش دوم به دست بیاریم. روش دوم روش تجزیه کردنه. میمدیم 24 رو تجزیه میکردیم، مثلا با نمودار درختی گفتیم آقا 24 رو تجزیه میکنیم میشه فرض کنید 3 8 تا، اینم میشه 4 2 تا، اینم میشه 2 2 تا. بعد به صورت ضرب می نوشتیم 2 به توان 3 ضرب در 3. 28 هم همینطور تجزیه می کردیم، مثلا با درختی، حالا هر جور دیگه که دوست داری، میشه 2 به توان 2 ضرب در 7. بعد از اینکه تجزیه می کردیم عدد شمارنده های اولش، حالا برای بمیمیم ببینیم که کدوم شمارنده مشترکه تو این دو تا عدد. می گفتیم شمارنده 2. شمارنده 3 تو بالایی هست تو پایینی نیست، 7 تو پایینی هست تو بالایی نیست، دو مشترک. حالا کدوم دو رو بنویسیم اینجا با توان کمتر؟ تو بمیم با توان کمتر. پس 2 به توان 2 میشد بمیم ما که 4 هستش، یعنی بمیم 28 و 24 شد 4. با اون روش قبلی هم شد 4، با این روش هم شد 4. هیچ فرقی نمیکنه، از هر روشی بریم درست هستش.